به نام خداوند جان و خرد. سلام دوستان و حریفان محترم، خوش آمدید به شبکه درویش. و امروز من میخواستم با شما در موضوع خودش، همین درویش کیست و درویشی چیست، صحبت داشته باشم. شاید میبایستین صحبت رو بر وقت‌تر شروع نمود، اما چه علاج، تقدیر در همین روز بوده است. اینک شروع میکنیم به موضوع درویش. کلمه درویش فارسی است و معنایش بیچاره، قلندر، یا اینکه با زبان عربی فقیر میباشد. اما یک داستان هم دارد، گویا از گوشه دری که دراویز میگویند، از همون یعنی که نامی دراویز، درویش پیدا شده باشد در گوش، یا یعنی که درویش. به هر حال خدا دانست. در مسلمانی درویش یک شخصی با تقوایی که از من و ما دور است، تمامی چیزی شخصی، یعنی که از چیزهای شخصی رو گردونده، از زندگی روحانی رو پیش نموده است، این رو درویش میگویند. پایه اساسی روح درویشی این بازداری نفسی اماره، یعنی نفسی خود رو بازداشتن از من و ما، از حرص، بغض، کینه، کبر، شان و شرف، منصب، مال و ملک. بعد یعنی که به عهده گرفتن نفس و اداره کردن آن، که در نوبت خود ما رو به پاک شدن، به پاک شدن دل آورده می رساند. و چون دل ما پاک شد، او آماده می شود به رابطه شخصی، یعنی با خدا، تنها خود شخص با خدا. برای به این هدف رسیدن، شخصانی در طریقت بوده هر راه را استفاده می برند. طریقت این راه درویشان که پس از شریعت می باشد، با این در این یعنی که صدها گپ زده می گذاریم، یعنی که در طریقت درویشان هر راه را استفاده می برند، یعنی که روحی خاموش استودن، ساعتها تنهایی رو گزیدن، چگونه که پیغمبر خدا در غاری هیرا رفته تنهایی می جستن، خوندن شعرها، ذکر نمودن و تسبیح گروندن و اینچونین عبادت کردن مشغول می شوند. و هر آدمی با تقوا را نیز نمیتوان درویش گفت، که باعثی با تقوا بودن باید از بحری من و ما و مال و ملک، شأن و پست گذر کرد. چون درویش از تمام این چیزها گذشته و خود را تنها به خدا تسلیم کرده است. نخستین برادری درویشان تخمیناً در عصر 7 میلادی پیدا شده است و تا حال وجود دارد. در هندوستان، در پاکستان، افغانستان، ایران و کمی در حدود ازبکستان هم هست، در سمرقند و بخارا، که یعنی در جای زیستی تاجیکانی که بودند. درویشان در بین خلق عام مشهور بودند و حرمت و احترام والای داشتند. حسابیده می شد که درویش می تواند بیماری را توبت کند و تدبیری خواب را گوید. و در عصرهای میانه امیران سمرقند، بخارا در خانقاه خیر و سخاوت می کردند و ساکنان شهر نیز در خانقاه آمده خیر و سخاوت می کردند. خانقاه این جای مکانی یعنی که درویشان است. و انقا نبود اون حالتی که، یعنی کمچین نبود اون حالتی که درویش تمام دور و
ندارش را به مهمانی تصادف هدیه کند. راه زندگی درویشان گوناگون است، لیک رسمان به سه قسم جدا کردن رواست. قسمی از آنها در خانقاه یا اینکه میخانه، میکده، کنیشت درباره این جای موضوع یا نامه الهیده می شود یا نوار الهیده. برابری پیشوا شیخ، یعنی که در خانقاه پیشوایی هست که او رو شیخ میگویند، در اونجا درویشان یا اینکه آنهایی که تحصیل میگیرند آنها رو مرید میگفتند، در اونجا زندگی و تحصیل میکردند، یعنی که در روحی طریقت یا اینکه تصوف رو می آموختند. گروهی در یک مکان زندگی میکنند، کار میکنند، یعنی گروهی درویشان تا اون که یعنی نان یا وان بخورند و گاه گاه به خانقاه هم می آمدند تا در اونجا با هم. گروه سوم این درویشان غریب یعنی قلندر که یک مکانی معینی ندارند و همیشه در سفر آورند و اون چیزی که مردم به آنون میدهند روزی انتخاب میکنند. آنون به خود چیزی ندارند جز یک کاسه، عصا و سله که عبارت از صوف است که پیچونیده شده است در گردی کلاه. تخمین درازیش از 7 تا 9 در بعضی حالت ها تا 11 گزه رفته می رسد. از اینجا اینها را صوفی هم می گفتند. گویا که درویشان این سله را مخصوص برای اون به خود می گردوندند که یعنی مبادا در مکان مرده فوت کنند آنها را به این متا پیچونند و گرونند تا سبب شکنجه و آزار دیگران نشوند. و درویشان طلبیدن من است، این در بین آنان یک کار زشت حسابیده می شود. گمانم یکانه خاصیتی که به تمام درویشان تعلق دارد این کاملا از اموال شخصی رو گروندن به درویشی حقیقی من است داشتن خانه شخصی، چاروا، تجارت و حتی پای پوش. این به معنای یعنی مجازی، یعنی که از شخصی، از اونست و از ما، یعنی که از اونی همه. به درویشان اجازه است اویله دار باشند، اما قسمی از آنها تنهایی رو این اختیار کردند. لباسی آنها گوناگون است، اما اصلا متای از پشم شتر یا گوسفند دوخته شده است که خرقه نام دارد آنها در بر میکنند، مثل نمت امروزه که این را عرب ها صوفه هم میگویند. و نیز روایتی هست که نام اینها از همین صوفه هم برآمده شده است. و در آخر یک شعری که به اینها تعلق دارد میخواستم قرائت کنم از جلال الدین رومی. ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، ما جز غم او هیچ دیگر کار نداریم. مسکین و فقیریم به کاشانه دنیا، بر نیک و بدی هیچ کسی کار نداریم. نه مست شرابیم و کبابیم و ربابیم، پروای میو خانه خمار نداریم. گر یار وفادار نداریم عجب نیست، ما یار بجور حضرت جبار نداریم. ما مست الستیم به یک جرعه چو منصور، اندیشه فتوا و سری دار نداریم. ما شاخ درختیم پر از میوه توحید، هر رهگذر سنگ زند آر نداریم. ما توتی فقیریم و شکرخواره مصریم،
چون زاغ سیاه مایل به مو. در باب دل خسته شمس الحق تبریز ما خود به جز این شیوه و گفتار نداریم. اینک این بود مختصر در باب درویشان. دوستان و برادران عزیز، اگر یکان سوالی باشد مرحمت می توانید در پایان این نوار نویسید و خلاصه در امان خدا باشید. خدا حافظ.